اول اینکه نمیدونم از کجا شروع کنم. از اول بچگیم که به دنیا اومدم، تو 6-7 سالگی دیگه مثل دختر بزرگا با هم رفتار کردن. یعنی یه جوری شد که من تو سوم ابتدایی خواستگار داشتم. طرف اومد فکر کرد یه دختر 25-30 ساله هستم. بعد همسایمون گفت دخترتون اینقدر ظاهرش مثلا اینقدر خانمانه رفتار میکنه، ما فکر کردیم سنش زیاده و دختر مونده است، یعنی از اون دخترهایی که سنشون بالا هستش. اینقدر تو خودم بودم، اجازه نمیدادن بازی کنم، تفریح کنم. مثلا فکر میکردن یه دخترم که سنی دارم. من هنوز یه نوجوان بودم ولی اصرار خانواده باعث شد که من به این ازدواج تن بدم. ایشون از من 10 سال بزرگتر بودن. من خیلی مقاومت کردم که ازدواج نکنم ولی بازم خانواده اصرار داشتن، منم به اصرار اونا ازدواج کردم و خیلی سخت بود برای من، خیلی. یعنی مثل این بود که مثلا یه سنگو برداری بندازی توی یه دریا. اینجوری تو خودم گم شده بودم، مثلا نمیدونستم چیکار کنم. من هنوز که هنوز مثلا با عروسکم میشینم بازی میکنم، حرف میزنم. الانم که مثلا بعضی وقتا مثلا تو کوچه صدای بچه‌ها رو میشنوم و مثلا دلم تنگ میشه. من مثلا بچگی نکردم، نوجوانی نکردم. هنوزم دلم برای کوچه تنگ میشه، برای دوستان، برای همکلاسیام. رفتم اونجا خونه شوهر، با این سنی که هم این همه به شوهرم میرسیدم، نازشو میکشیدم، قربون صدقت میرفتم، میگفتم مردم حرف در میارن. اون مینش از منش مشروب میخورد، عرق میخورد، ویسکی میخورد، بعد منو کتک میزد. میگفتم چرا میزنی؟ میگفت نمیخوام هیچ کسی به نگاه کنه. اینقدر منو کتک زد، اینقدر تو این 5-6 ماه سختی دیدم، انگار یه آدم 60 ساله شدم. اینقدر سختی دیدم، 70 کیلو وزنم بود، وقتی طلاق گرفتم 40 کیلو بودم. حتی طلاقم هم گرفتم، از همه چی گذشتم، گفتم دیگه همه چی تموم بشه، فقط نجات پیدا کنم از دست این آقا. اینقدر بد بود با هم، اینقدر بد رفتاری کرد. یه جوری زندگیم تباه شد که الانم اگه بخوام یکی رو دوست داشته باشم نمیتونم، نمیشه. من اگه خودم بچه دار بشم، بچه‌م هم دختر باشه، هیچ وقت اینجوری باهاش رفتار نمی کنم، هیچ وقت. یعنی کاری می کنم که هر چی دلش میخواد، هر آرزویی داره براش برام آرزو کنم. یعنی اگه خودشم بخواد من نمیذارم با این سن کم ازدواج کنه. کاری می کنم که درس بخونه، بره دانشگاه، از بچگی لذت ببره، از نوجوانیش، از جوونیش. یعنی می خوام کاری کنم که از همه لحظه لحظه زندگیش لذت ببره. نمی خوام که مثل من حسرت به دل بمونه. اگه من الان برمیگشتم به اون دوران که 15-16 سالم بود، 100% درسامو می خوندم، به هدفم فکر می کردم تو زندگی،